لید آرت تقدیم می کند. بهروز وثوقی این بازیگر توانمند سینمای ایران در اسفند ماه سال 1316 در خوی به دنیا آمد. وثوقی که به گفته خودش از 6 ماهگی به تهران اومده، قبل از بازیگری در سینما کارمند اداره دارایی بود و بعدها دوبلور و گوینده رادیو و تلویزیون شد. اون از سال 1337 با بازی در فیلم طوفان در شهر ما وارد سینما شد و تا سال 1347 در نقش‌های متفاوت اما نه چندان پررنگی ظاهر شد. اولین فیلم سینمایی مورد توجه وثوقی 100 کیلو داماد به کارگردانی عباس شباویز بود. وثوقی در سال 1348 توسط مسعود کیمیایی به فیلم قیصر دعوت شد و این فیلم نقطه عطف کارنامه سینمایش محسوب میشه. با قیصر شمایل کلیشه‌ای جاهل‌های فیلم فارسی تغییری بنیادین کرد، به طوری که خیلی‌ها قیصر رو گذر از فیلم فارسی به فیلم ایرانی قلمداد کردند. شخصیت قیصر بهروز وثوقی رو به شهرتی افسانه‌ای رسوند، به طوری که روزنامه‌نگاری در گزارشی درباره شهرتش نوشت: همین که اتومبیل بهروز نزدیک درب سینما توقف کرد، همه یک صدا و از صمیم قلب فریاد زدند: قیصر خوش اومدی. اشک شادی رو در چشم یکایک مردم می‌دیدم و احساس می‌کردم که با تمام وجود قیصر رو دوست دارن. وگرنه چطور ممکنه که در این ساعت شب مردم خواب و خوراک رو به خودشون حرام کرده و برای دیدار اون ساعت‌ها انتظار بکشن؟ یک سال پس از طوفان قیصر، کیمیایی رضا موتوری رو ساخت و یک کاراکتر مهم دیگه به کارنامه هنری بهروز وثوقی اضافه کرد. فیلمی که بعد از قیصر دومین مجسمه سپاس بهترین بازیگر نقش اول مرد رو نصیب بهروز وثوقی کرد. کاراکتری که پنجه خونینش بر پرده سفید سینما ثبت شد و هنوزم میتونیم اونو با زخمی بر پهلو و سوار بر موتور در خیابان‌های تهران به یاد بیاریم که صدای جادویی فرهاد و ترانه مرد تنها همراهیش می‌کنه. داشاکل یکی دیگه از فیلم‌های مشترک بهروز و کیمیایی با داستانی از صادق هدایت. داشاکل قصه تنهایی یه جوانمرده و بهروز تونست مردانگی و غم درونی داشاکل رو به خوبی در چهره و بازیش به نمایش بذاره. گوزها یه فیلم تماشایی دیگه از مسعود کیمیایی و یه بازی ستایش برانگیز از بهروز وثوقی که انگار بازیگر بی جایگزین مهمترین فیلم‌های کیمیاییه. بازی وثوقی در نقش سید به قدری تماشایی و تاثیرگذار از آب در اومد که تا هنوز اگر کسی در سینمای ایران نقش یه معتاد رو بازی کنه، بازیش رو با بازی بهروز در فیلم گوزها مقایسه می‌کنن. بهروز وثوقی درباره شخصیت سید در فیلم گوزها میگه: سید گوزها برای من همون قیصر بود که حالا به علت مسائل اجتماعی و فشارها و مشکلات رو به اعتیاد آورده. من قیصر رو می‌دیدم که حالا توی اجتماع له و داغون شده و داره از بین میره.
کندو به کارگردانی فریدون گله در واقع نقد صریحی بر شکاف طبقاتی ایجاد شده در دوره پهلوی. وثوقی در این فیلم نقش ابی رو بازی میکنه، شخصیتی که بر اساس حکمی مجبور میشه از 7 کافه بگذره و در نهایت بر اثر کتک هایی که خورده آشولاش به وعدگاه میرسه. یه بازی خیره کننده از بهروز در فیلمی که از هر نظر گزنده و تکون دهنده است. بازی بهروز در سوت دلان یکی از شاهکارهای اون در بازیگریه. بازی در نقش مجید ظروفچی به بهروز وثوقی این فرصت رو داد تا با حضور در تیمارستانها و آسایشگاه‌های روانی با خصوصیات بیماران دارای عقب موندگی ذهنی بیشتر آشنا بشه و بتونه با خلاقیت و نبوغ ذاتیش یه بازی دیدنی دیگه به کارنامه پربارش اضافه کنه. بهروز وثوقی بازیگری که انقدر محبوبه که عامه مردم اونو به اسم کوچیکش صدا میزنن، بدون شک یکی از بهترین بازیگرای تاریخ سینمای ایرانه. و چه حیف که دیگه فرصت چندانی برای هنرنمایی در این سینما رو به دست نیاورد. بازیگری که به گفته خودش فقط با خاطرات ایران زنده است و امیدواریم که باز هم فرصت حضور در سینمای ایران رو پیدا کنه.